بسم الله الرحمن الرحیم با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان با عرض سلام و ادب خدمت شما دوستای عزیز و گرامی با الفبای زندگی در خدمت شما عزیزان هستیم دوستان یکی از ویژگی های بسیار مهم رفتاری که برگرفته از اخلاق نیاکان صالح ما مسلمان است درست کردن همت والا در انسان هاست همت های بلند اساس ساخت امت هاست برکس که به زندگی رسول الله صلی الله علیه وسلم و یاران کرامش نگاهی بیندازه از عزم و اراده و همت و نیروی ایمانشان اصلا تعجب میکنه شگفت زده میشه همین افراد بودند که با اراده قدرتمند و ایمانی راسخ دنیا را فتح کردند و بانگ عدالت رو در قلمرو سرزمین اسلامی منتشر ساختند و در پیمودن پله های ترقی و پیشرفت از یکدیگه سبقت می گرفتند و این فرموده الله متعال را به صورت عملی به اجرا در می آوردن که الله متعال می فرماید در سوره آل امران و سارعو الى مغفرت من ربکم و جنت ارضو السماوات والارض و عدت للمتقین یعنی بشه تابید به سوی آمرزش و عفو پروردگارتان و بهشتی که پهنای آن به اندازه آسمانها و زمینه و برای پرهیزگاران آماده شده رسول الله صلی الله علیه و پیشواه پیشوای تمام کسانی که اراده قوی در عبادت دارن از روایتی از از عبدالله ابن مسعود روایت شده که میگه یک شب همراه پیامبر صلی الله علیه وسلم نماز شب خوندم بعد میگه ایشان نماز شب رو انقدر طولانی کرد که خواستم یه کار بد انجام بدم بعد میگه ازش پرسیدن خب میخواستی چه کار بکنی از عبدالله ابن مسعود میگه خواستم بشینم و پیامبر صلی الله علیه و سلم رو در نماز ترک کنم از ام المؤمنین مادر مؤمنان عایشه صدیقه روایت شده که میفرماین رسول الله صلی الله علیه و سلم انقدر نماز شب میخوندن تا پاش برم میکردن و به ایشان میگفتم ای رسول الله صلی الله علیه و سلم چرا اینقدر عبادت میکنی مگر الله متعال تمام گناهان قبل تمام گناهان پیشین و پسین تو رو نامرزیده رسول الله صلی الله علیه و سلم پاسخ دادن آیا بنده ای سپاسگزار نباشم اراده رسول الله صلی الله علیه و سلم در دعوت به سوی الله بسیار والا و قوی بود بسیار ایشون برای دعوت به اسلام نزد قبیله بنی سقیف در شهر تائف رفتن و اونا رو به اسلام دعوت کرد و در مورد سربلندی ها و موفقیت هایش توسط اسلام با بنی سقیف سخن گفت و از اونا خواست تا در برابر مخالفان اسلام و رسول الله صلی الله علیه و مسلمانان را همراهی کنند یکی از بنی سقیف که رسول الله صلی الله علیه و را مسخره میکرد و میگفت اگر الله تو رو فرستاده باشه پرده کعبه را پاره میکنم یکی دیگه میگفت آیا خداوند کس دیگه ای به جستو رو پیدا نکرده که بفرسته پیش ما سومی هم از اون طرف میگفت همون گونه که میگی فرستاده الله باشی دیگه یعنی اگه بگی یعنی همین جوری که میگی فرستاده الله هستم اگه اینو دوباره بگی دیگه هیچ موقع باید حرف نمیزن لذا بعدش به بدترین شیوه با رسول الله صلی الله علیه وسلم رفتار کردن افراد نادان و کسایی که برده بودن از بنی سقیف به رسول الله صلی الله علیه و سلم توهین کردن به ایشون ناسزا گفتن بر سرش فریاد زدن اما خب پیامبر چیکار کرد با تمام این اوصاف پیامبر صلی الله علیه وسلم امید داشت که از نسل این افراد کسانی به دنیا بیان کسانی در آینده به دنیا بیان که توحید الله را قبول کنند و مسلمان شد به این میگن همت و اراده پیامبران بیایید سری به میادین جهاد بزنیم در زمان پیامبر صلی الله علیه و, سلم و به اراده راسق و استوار یاران پیامبر در, جه در, جهاد نگاهی بیندازیم از سعد بن ابی وقاص روایت شده که میفرماید در روز جنگ بدر قبل از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم پیش ما بیاد برادرش عمیر بن ابی وقاص میگه اونو دیدم که داشت خودشو پنهون میکرد خودش مخفی میکرد بعد میگه بهش گفتم چی شده برادر چرا خودش خودتو مخفی میکنی چرا داری خودتو پنهان میکنی بعد میگه عمرم گفت میترسم که رسول الله صلی الله علیه وسلم منو ببینه و بگه هنوز کوچیک هستی و بچه هستی و منو به جنگ نبره عجب اراده ای داشتن اما دوست دارم من به جنگ بیام دوست دارم مجاهد باشم دوست دارم در جهاد شرکت کنم الله متعال شهادت رو نصیبم کنه این نیتش بود بعد میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم نزد ما اومد و به هر حال وقتی دید خیلی بچه است اون رو برای جنگ نپذیرفت گفت کوچیکه بعد میگه عمر گریش گرفت خلاص خیلی گریه کرد تا نهایتا پیامبر صلی الله علیه و سلم به عمر اجازه داد که در جنگ حضور بیابه یعنی حضور داشته باشه بعد سعد بن سعد بن میگه عمر اونقدر کوچیک بود که من بند شمشیرش رو که باش میبستن من براش میبستم و میگه در سن شانزده سالگی به درجه رفیع شهادت نائل شد در روز جنگ احد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند به سوی اون بهشتی به پاخیزید که پهنایش به اندازه آسمانها زمین است بزرگ قوم بنی سلمه امر ابن جموح که بسیار میلنگید لنگ لنگان اومد پیش پیامبر صلی الله علیه وسلم و گفت سوگند به الله که با این پای لنگ خودم امیدوارم به بهشت برسم و آنقدر جنگید تا به شهادت رسید خیثمه برای شرکت در جنگ بدر با فرزندش سعد که صحابه پیامبر صلی الله علیه وسلم بودن قرعه کشی کردن قرعه به اسم پسرش سعد در اومد پدرش گفت فرزندم به من اجازه بده امروز من به جنگ برم سعد گفت اگر هدفی جز رسیدن به بهشت رو داشتم قرعه خودم رو به تو می بخشیدم سعد در جنگ شرکت کرد و به شهادت رسید و از اون روز به بعد خیفمه مشتاق بهشت بود تا اینکه در روز جنگ احد پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم رفت و گفت ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، مشتاق همراهی فرزندم در بهشتم پیر شدم و استخونهام رو به ناتوانی است و لقای پروردگار رو تمنا دارم ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم برایم دعا کن که الله متعال شهادت و همراهی با فرزندم رو در بهشت نصیبم کنه رسول الله صلی الله علیه و سلم براش دعا کرد و خیسمه در نهایتا در جنگ احد به شهادت نائل شد الله متعال از خیسمه و همه یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم راضی و خوشنود باشه بزرگان دین ما و پیشگامان اسلام های مثال زدنی از افراد باهمت بودند در همه عرصه ها مثلا در کسب دانش و صبر بر سختی های کسب علم تا اینکه یعنی انقدر صبر میکردن بر این سختی ها که اصلا آوازهشان در دنیا پیچیده میشد دانشمندان اسلامی همشون اینجوری بودن عبدالله ابن عباس داستان کسب علم خودش رو برای ما اینگونه بیان میکنه و اینگونه تعریف میکنه میگه وقتی رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات یافتن به یکی از مردان انصار گفتم بیا تا بریم پیش اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم و دین اسلام رو از اینا بیاموزیم امروز تعداد اصحاب پیامبر زیاده بعد اون مردم گفت ابن عباس چی میگی؟ مگر نمیبینی که مردم نیازمند تو هستن؟ مگه چه شخصی زدی در میان اصحاب رسول الله صلی حضور دارد کی حضور داره ابن عباس میگه من اون مرد رو رها کردم و شروع کردم به کسب علم دین از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و و هر سخنی را از هر کسی میشنیدم میرفتم پیشش وقتی اون شخص از خانه بیرون میومد مثلا میرفتم دم در خونهشون می نشستم وقتی اون شخص از خونه بیرون می اومد و منو میدید می گفت ای پسر اموی رسول الله صلی الله علیه و سلم. چرا اینجا اومدی چرا اصلا دنبال من نفرست، نفرستادی که بیام پیشه بعد میگه منم در پاسخ می گفتم نه این حق من است که نزد تو بیام بعد سوالم رو در مورد حالا هر چی بوده بپرسم و جواب رو بگیرم و اون مرد اهل انصار میگه اینقدر زنده موند تا اینکه دیدم دور تادار و گردا گرد ابن عباس یاران پیامبر صلی الله علیه جمع می شدن و در امور مختلف از ابن عباس سوال می کردن و اون مرد انصار گفت در آخر گفت این جوان از من عاقل تر بوده جابر بن عبدالله انصاری رضی الله عنه از مدینه به شان سفر می کرد تا احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را مستقیما از گوینده اصلیش بشنوه جابر میگه حدیثی از یک شخصی به من رسید که از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیده اون شخص میگه یک شتر خریدم خلاصه بار سفر رو بستم و یک ماه یک ماه با شتر من رفتم اون مسیری که با باید میرفتم تا به اون شخص رسیدم دیدم که اون شخص عبدالله ابن آنیس است به دربان گفتم به او بگو جابر جلوی در منتظرته دربان پرسید جابر ابن عبدالله گفتم بله عبدالله ابن اونیس بیرون اومد مرا در آغوش گرفت و حدیث بهش گفتم حدیثی در مورد قصاص از تو به من رسیده که گویا تو از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیده ای ترسیدم که یا تو بمیری یا یعنی اینکه من بمیرم و اون حدیث رو از تو نشتم خوب دقت کنید چقدر اینا حریص بودن برای به دست آوردن علم برای شنیدن احادیث پیامبر صلی الله علیه و چه همت و اراده ای داشتن یک ماه با مسافرت کنی فقط برای اینکه یک فرموده و یک حدیث پیامبر صلی الله علیه و رو بشنوه و اون هم به شاگردانش بر حال برسونه و تا اینکه به ما رسیده پس دقت کنیم که همیشه باید در زندگیمون در کار دعوت و تبلیغ و مثل یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم و مثل سلف صالح همت داشته باشیم و با این همت و اراده بتونیم بر حال دین رو نشر کنیم ما نمونه های عملی هم در حال حاضر در دوره خودمون و در عصر خودمون داریم افرادی رو که در حال حاضر هم دارای همت والا و اراده های راسخ در امر دعوت به دین بودن و هستن مثلا یک نمونه را من خدمت شما عرض کنم دکتر عبدالرحمن سمیت فکر کنم اسمش رو شنیده باشید که مؤسسه یک مؤسسه یک مؤسسه خیریه بوده به نام العون المباشر که تا سال 2009 واقعا موفقیت های خیلی عجیبی به دست آورده بود ایشون حدود 29 سال در قاره خشک و بیباران افریقا به دعوت پرداخت تو این مدتی که اونجا بودن 5700 مسجد ساختن 7 میلیون مصحف قرآن به زبان عربی و زبانهای مختلف در آفریقا پخش کردند. بیش از 50 هزار یتیم رو تحت تکفل خود قرار دادند. که بسیاری از این یتیمان الان در حال حاضر یا دکتران یا مهندسان خلاصه صاحب تخصص و اهل فنن و در کشور خودشون برحال به حال به یک جایگاه مهمی رسیدند. ایشون 860 مدرسه و 4 تا دانشگاه ساختن که بیش از نیم میلیون طالب علم در این مدارس مشغول کسب علم هستن نه میلیون کتاب را ترجمه چاپ کردند، صد و مرکز تربیتی و اجتماعی ساختن بیش از دوازده هزار حلقه چا هفت کردن که مردم آفریقا واقعا به آب زلال و پاکیزه دست یافتند، صد و پنجا بیمارستان صحرایی و نوت کلینیک و بیمارستان کامل درست کردن حقوق 2000 معلم را پرداخت میکردند. ده ایستگاه رادیویی و 204 مرکز دعوت اسلامی در افریقا درست کردند. ثمره این همه ها و مجاهدتها چی شده؟ چی شده به نظرتون؟ اسلام آوردن 11 میلیون آفریقایی که به واسطه همت والای دکتر عبدالرحمن سمید به این هدف بسیار بزرگ رسیدند. اینم بگم ایشون در هشتم شوال هزار و سال 1434 یعنی تقریبا سه سال قبل که میشه 15 آگوست 2013 میلادی در کشور کویت وفات کردن که واقعا جا داره همه ما برای ایشون دعا کنیم و دعا کنیم الله متعال درجات ایشون رو در فردوس اعلی بالا ببره حمت والا و اراده قوی و راسخ نشانه مردانگی و کمال و خرد انسانه همت های بلند انسان رو به درجات بالا میرسانن و از پستی ها دور میکنن کسی که همت والا و اراده نیرومند داره به لحاظ ایمانی هم قوی تره و مطمئن باشید به موفقیت های بیشتری هم میرسه از اینکه با ما بودید با الفبای زندگی خیلی خوشحال و خرسندیم خدایا رو نگهدارتون